سلام و درود خدمت شما فرزندان خداوند. خدا رو شکر باز هم فرصت هست با شما باشیم در منازل شما، در کلیساهای شما خداوند رو پرستش کنیم. ممنونیم از این همه ساپورت هایی که میکنید، اینقدر برای ما کامنت میذارین و اینقدر ما رو تشویق میکنید. این ثمره تشویق شماست و دعاهای شما که ما امروز میتونیم اینجا جمع باشیم و با شما عزیزان خداوند رو پرستش کنیم. برادر عزیزم روز به آمین آمین. خدا رو شکر. منم سلام میگم به شما عزیزان دل خداوند. مزمور 146 اینطور میگه: هاللویا، ای جان من خداوند رو ستایش کن. تا زنده ام خداوند را ستایش خواهم کرد، تا وجود دارم برای خدای خود سرود ستایش خواهم خواند. تا وجود دارم. بر امیران توکل مکنید، بر آدمیزاد که نزد او نجاتی نیست، چون روح از او بیرون رود او به خاک بر می گردد و در همان روز تدبیرهایش نابود می شود. خوشا به حال آن که خدای یعقوب یاور اوست. خوشا به حال آن که خدای کلیسا یاور اوست، که امیدش بر یهوه خدای اوست، بر صانع آسمان و زمین و دریا و هر آنچه در اوست، بر آن است، در اوست، بر او که امانت را تا ابد نگاه می‌دارد، که مظلومان را دادرسی می‌کند و گرسنگان را خوراک می‌دهد. می‌خوام با دقت این قسمت کلامو دقت کنید. خداوند زندانیان را آزاد می‌سازد. آمین. خداوند چشم کوران را می‌گشاید. خداوند خم شدگان را برمی‌افرازد. خداوند پارسایان را دوست دارد. خداوند بر غریبان دیدبانی می‌کند و حامی یتیمان و بیوه زنان است، اما راه‌های شریران را بی‌فرجام می‌گذارد. خداوند جاودانه پادشاهی می‌کند. خداوند جاودانه پادشاهی می‌کند. امروز من نمی‌دونم تو خواهر و برادر عزیز من تو چه وضعیتی هستی؟ آیا احساس میکنی که مظلومی هستی که نیاز به دادرسی داری، گرسنه‌ای هستی که نیاز به خوراک داری، زندانی هستی که نیاز به آزادی داری، کسی هستی که نیاز داری چا چشمان روحانی و روح تو و حتی چشمان جسمانی تو باز بشه؟ آیا خم شدی و نیاز داری راست بایستی؟ آیا نیاز داری یکی به تو بگه تو پارسای خدا هستی و خداوند تو رو دوست داره؟ آیا در کشوری غریب هستی و نیاز داری تا کسی تو رو دیدبانی کنه؟ آیا یتیم یا بیوه زن هستی و نیاز داری پدری خدا وارد زندگی تو بشه؟ امروز کلام خدا برای تو اونه: خداوند خدای تو بر تو پادشاهی میکنه. او پادشاه، سرور و سلطان زندگی توه. او نجات دهنده توه. پس امروز با این مزمور نویس هم صدا شو، بگو جان من خداوند را ستایش میکنه. جان من خداوند را ستایش میکنه. میخوایم با قوت اعلام کنیم که این خدا عظیمه، این خدا پادشاهه، این خدا شایسته ستایش و حمده. هللویا.
اگر که تنها هستی بر جان خودت، بر خودت اینجوری برگرد دستتو بذار روی سینه خودت و بر خودت. اگر با کس دیگه هستی بر اون فرد. اینو میخوام این سرود و قسمت اولش رو و همینطور اصلا این سرود رو یا بر خودت یا بر کس دیگه اعلام کن. خدای تو عظیمه، خدای تو عظیمه. خوشا به حال کسی که خدای یعقوب، خدای اسرائیل، یهوه خدای اوست، یاور اوست، مددکار اوست، خدای عظیم اوست. اعلام کن خداوند تو بر شرایط و بر زندگی من عظیمی. تو عظیمی خداوند، تو بپرد جلال و حرمت از آن تو، حرمت و جلال از آن تو، حرمت و جلال بر تو، حرمت و جلال زیر نورم.
Thank you.
ای تخت نشین، حرمت و جلال از آن توست. ای شاه شاهان، حرمت و جلال از آن توست. رب الارباب، حرمت و جلال از آن توست. خدای خدایان، حرمت و جلال از آن توست. ای خدایی که دربندها رو آزاد میکنی، حرمت و جلال از آن توست. ای کسی که کوران رو بینا میکنی، حرمت و جلال از آن توست. ای کسی که یتیمان و بیوه زنان رو خداوند محافظت میکنی، حرمت و جلال از آن توست. ای کسی که غریبان رو نگهداری میکنی، حرمت و جلال از آن توست. شاه شاهان، حرمت و جلال از آن توست. عظیم و حیرت زاست حضور تو، عظیم و حیرت زاست پادشاهی تو، عظیم و حیرت زاست خداوندی تو. میپرستیم. عظیم و حیرت زاست همه کارهای تو، خداوند خدای قادر مطلق. عدالت و حق است همه راههای تو، ای پادشاه همه اعصار. عظیم و حیرت زاست همه کارهای تو، خداوند خدای قادر مطلق. عدالت و حق است همه راههای تو، ای پادشاه همه اقصار. کیست که از سنت است صده خدا و نام تو را جلا ندهد؟ کیست که از سنت صده خدا و نام تو را جلا ندهد؟ زیرا تو تنها خدای قدوسی، همه تو می آیم. زیرا تو تنها خدای قدوسی، همه قوم ها دست تو می آیم. همه قوم ها دست تو می آیم. همه کارهای تو، خداوند خدای قادر مطلق. عدالت و حق است همه راههای تو، ای پادشاه همه اقصار. عظیم و حیرت است همه کارهای تو، خداوند خدای قادر مطلق. عدالت و حق است همه راههای تو، ای پادشاه همه اقصار. کیست که از سنت صده خدا و
خداوند تو رو سپاس میگیم، تو رو سپاس میگیم، چون تمامی جلال در زمین و آسمان از آن توست. تو رو حمد میگیم، نام تو بالاتر از هر نامی در زمین و آسمان و زیر زمینه، هیچ نامی برتر از تو نیست. هللویا. و در نام تو هر زانوی خم میشه، چه در آسمان، چه بر زمین، چه در زیر زمین. نام عیسی، نام عیسی برمی افرازیم، نام عظیم عیسی جلال میدیم، نام عظیم عیسی، نامی که در اون مرده ها زنده میشن، کوران بینا میشن، لنگان خرامان میشن، اسیران آزاد میشن. در نام عیسی، در نام عیسی قدرت هست. آمین. در نام پسر خدا قدرت هست. برادر و خواهرم، در نام عیسی قدرت هست. در نام عیسی قدرت هست. تمامی نیروهای شریر از نام عیسی میترسن. به نام عیسی شفاها جاری میشه. به نام عیسی مرده ها زنده میشن. به نام عیسی جزامی ها طاهر میشن. به نام عیسی نجات میابیم. به نام عیسی برافرازیم نام او رو در زندگی خودمون، با لبهامون اعلام کنیم نام عیسی رو در زندگی خودمون. او سر ماست، او سر زندگی ماست. نام او رو بر سر در خانه خودمون اعلام بکنیم، بر روی همسرمون، بر روی بچه هامون، بر روی پدر مادرمون، بر روی آیندمون اعلام کنیم. نام عیسی، خیلی ممنون از اینکه تو این پرستش با ما بودید. اگه میخوان عضو کانال ما بشید، فقط کافیه دکمه سابسکرایب رو فشار بدید و در این قسمت میتونید ویدیوهای بیشتری رو پیدا کنید.